سلام، به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین. بحث خطی دیورند از معضلات تاریخی سیاسی حقوقی میان افغانستان و پاکستان پنداشته میشه. در این خصوص سه نگاه متفاوت وجود دارند. نگاه تاریخی که دیشب در این بحث آقای یون هم مطرح کرد این است که خط دیورند یک استبداد تاریخی است بالای افغانها و ما در این خصوص دایعه داریم، دلیل و براهین را داریم که ثابت میکنه که این خط در واقع رسمیت نداره و برای ما قابل قبول نیست. نگاه جدید یا نگاه متفاوت را که آقای پدرام طی همایش مطرح کردن، به صراحت گفتن که بحث دیورند یک خط به رسمیت شناخته یا مرز به رسمیت شناخته میان افغانستان و پاکستان است و این بحث پایانیافته است و مصرف داخلی است. نکته دیگری که در مجلس نمایندگان و در پارلمان و در میان برخی از طایفه‌های سیاسی مطرح میشه، مباحث کلان بر مبنای ماده 65 قانون اساسی افغانستان در واقع رئیس جمهور برش اشاره میکنند که بحث‌های اجتماعی سیاسی اقتصادی را باید به آرای مردم مراجعه بکنه و بحث جرگه و ریفرندوم مطرح میشه. امروز هم در مجلس نمایندگان بحث‌های مطرح شد که این بحث به ملت افغانستان تعلق داره، شخص و یا قوم نمیتونه در این خصوص به این مسائل بپردازه. دیشب ما قرار بود آقای پدرام را با آقای یون در این خصوص داشته باشیم و دلایل هر دو طرف را در خصوص خط دیورند داشته باشیم، ولی نتوانستیم که هر دو مهمان معظم را در میز با خود داشته باشیم. امشب آقای پدرام رئیس حزب کنگره ملی با خود در بحث داریم و دلایل را که ایشان دال بر رسمیت خط دیورند دارن با ما و شما شریک خواهد ساخت. بسیار تشکر از حضورتان. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب به بیننده های محترم و توضیح کوچک این که دیشب ما برای اون نشست قرار نداشتیم. واقعا من به شما یک یاد داشتم فرستادم که نگذاشته بودیم قرار که بیایم و با آقایون درباره این مسئله صحبت بکنیم و چالنجی. واقعا من تمام روز گرفتار بودم و گفتم مکول میکنیم به یک بار دیگه ای که فرصت باشه در خدمت آریان نیوز باشیم. بله، اما این دکتر اجازه بفرمایید که بدون تردید که بحث چالنج را شما مطرح نکرده بودید، ولی تماس را که من خودم با دستیارای شما داشتم، اونا به صراحت گفتن که 5 وکیل یا 4 وکیل در منزل شما بود. به هر حال امشب بحث آغاز می‌کنیم. از بحث دیشب آقای پدرام، بله بفرمایید، خواهش می‌کنم. نخستین سوال را از اینجا مطرح می‌کنیم که آقای یون دیروز در این جایی که شما نشسته بودین گفت که مشکوک است بر افغانیت شما. که این بحث شما اگر افغان هستین از بستر افغان مطرح کردین یا اگر تبع جای دیگر هستین از آدرس دیگر، پاسخ شما به این سوال چیست؟ ببینید، اول خود این سوال و این اشکالی که آقایون کردن و شک از افغانیت من، یک آدمی بالاتر از 50 سال عمر و نماینده مردم در مجلس و از بدخشان و از درواز و ولایتی که بیش از 1.5 میلیون جمعیت دارد و خانواده از پدر، مادر و فامیل و کارت شناسایی و تذکیره، چطور ممکن است که یک آدمی مثل یون، برای همین هم من واقعا فکرم دو ساعت نیست که آدم با او بشینه، یک آدمی که این همه آشکار دروغ میگه از اولی بحث. ببینید، هر بحثی برای این است که ما چیزی را آشکار بکنیم، نه اینکه اتهام وارد بکنیم. اولین سخن ایشان با یک اتهام آشکار است. من نماینده مجلس هستم، اینجا وزارت امور داخله وجود داره، تذکیره ثبت احوال نفوس هست، مکاتب هست، ایشان می توانند به وزارت داخله مراجعه بکنند، بعد ببینن که من از افغانستان هستم یا نیستم. بله، چرا به جای این بحث چرا وزارت داخله نمیره؟ آقای یون چقدر شرم‌آور است، این چقدر کینه است، از شروع یک بحث دارن اتهام وارد میکنن. بنابراین چگونه می شود بر صداقت گفتارشان باور کرد؟ بله، تشکر. اجازه بفرمایید بحث را از این منظر با شما آغاز بکنین. دلایل را که شما ارائه میکنین دال بر رسمیت مرز دیورند، این دلایل کدام نکته های بارز است که یک طیف دیگر که نگاه اول گفتیم اینا قبول نمی کنند؟ ببینید، ما دلایلی داریم، مجموعه اسناد و متون تاریخی است که ما در اختیار داریم در رابطه با خط دیورند. بله، دلایل تاریخیش ما دو تا بحث داریم در رابطه با این موضوع. اگر یونم یه بود حالا این بحث ما مطرح می کردیم. یک بحث داریم، معاهداتی از بر سر اراضی یا در واقع بحث های ارضی است، یک بحثی هم داریم بر سر مرز است. قبل از 1893 بحث هایی که ما داریم، این سرزمین ها کجا مونده، قبایل در کدام منطقه مونده، این جنسی ها مربوطه که بودن،
در کجا فروخته شده، در اساس چه گرفته شده، بحث های ارزی قبل از معاهده دیورند است. بله. ما بحث ما بر سر معاهده دیورند است. بله. معاهده دیورند زمان عبدالرحمن خان امضا شد، در کابل امضا شد، با سر مرتمر دیورند امضا شد و در این معاهده به صورت آشکار گفته که این خط خط نهایی هست، این مرز افغانستان است، ما در مربوطات هندی برطانوی دیگه مداخله ای نداره، این سرزمینشان هست، این سرزمین ما هست، در ازاش پول هم گرفته شده. و بعد یک جاهای در کتابش تاریخش عبدالرحمن خان تاکید میکنه، میگه ما هر چی با این قبایل صحبت کردیم نشد، حالا بهتر است که ما این مرز ما رو روشن بکنیم. این بحث وجود داره. ما الان 20 معاهده ای که در رابطه هست ما برشمردیم، در اختیار ما هست، من اینم در اختیار شما باز قرار میدم قبل از اینکه جلو ترک بگم. بنابراین از این نظر و اینکه امیر افغانستان امیر عبدالرحمن خان این معاهده رو امضا کرده و بعد تداوم داشته، استمرار پیدا کرده و همش اینجا آمده که حالا فرصت است من تک به تک اینا رو برای شما بخونم، ولی باز میشه در اختیار شما باشه. با این دلیل میگیم که این معاهده یک معاهده پایان یافته است، این مرز یک مرز رسمی بین افغانستان و بین اون زمان هندی برطانوی و حالا پاکستان هست. از نظر کنگره ملی همون ترتیب که ما موضع گرفتیم بحث به پایان رسیده و این مرز رسمی میان دو تا کشور افغانستان و پاکستان. اما نگاهی را که من در آغاز بس مطرح کردم که آقایون هم حامی این نگاس و طایفه‌های دیگری از جامعه، وقت از آقایون اشاره میشه چون در این بحث دیشب بود، بله طایفه‌های دیگر جامعه، امروز هم همسنفی های شما در مجلس نمایندگان روی این نکته صحبت های داشت و شما هم در کنفرانس مطبوعاتیتان، در واقع اینا میگن که این خط یک استبداد تاریخی است، خنجر است بر گلوی برخی از کسایی که نسبت داره با این طرف و افغانستان، متاسفانه در حد نبوده که این خنجر را از دست ظالم ها بگیره و این خنجر تا کنون ادامه داره. این یک استبداد تاریخی میدانه. ببینید یکی این است که آدم ادعا میکنه، بعد ما میگیم سخن چون بگفتی دلیلش بیاور. اول همه این مرزهایی که در این حوزه کشیده شده مرزهایی است که یک طرف هند شرقی بوده، بریتانیا بوده و یک طرف هم روسیه تزاری بوده. نه تنها در این حوزه، در خیلی حوزه های آسیایی، حوزه های تمدنی، حتی فراتر آسیایی، حوزه های اروپایی هم آمدن قدرت ها تصمیم گرفتن و خطایی کشیدن، بعضا اجباری بوده، بعضا غیر اجبار بوده و نیازی بوده که خطا کشیده شده. حالا من این سوال رو میخوام مطرح بکنم از عزیزانی که اینجا نیستن، اگه بودن حتما روبرو شما باز میگفتم که وقتی که ما میگیم تحمیلی، ببینید از یک طرف ادعا وجود داره ما در افغانستان و حالا هر کسی که محقق هست و ادعای داره میگه که ما در جنگ ها ما مغلوب کردیم انگلیس ها را، ما یک ملت سربلندی هستیم، ما ملتی هستیم که در اسارت نبودیم، استعمار را نپذیرفتیم، زور دنیا به ما نرسیده و نمیرسه. بعد امیر عبدالرحمن خان امیر آهنین است، قهرمان افغانستان است. بعد این بار باز میگیم که این آدم ضعیف بود، بیچاره بود، ناتوان بود، آمدن بزور بهش تحمیل کردن این منظر. این پارادوکس چگونه میخواین حل بکنین؟ این امیر آهنین، این ملت سربلند، بعد می این خط فرض خط را با استبداد میپذیره. بعدش تنها شما که این مسئله این مرز دیورند رو که ندارین، مرز پنج دی، مرز با هرات، مرزهای دیگری که در اینجا کشیده شده هم همین آقای امیر عبدالرحمن خان امضا کرده، من که امضا نکردم، ما با روسیه تزاری امضا شده، با بریتانیا امضا شده. بقیه مرزها واقعا تکلیفش چی میشه؟ فقط مسئله خاص یک مسئله ناموسی، خط قرمز، عزت افغانستان، آبروی افغانستان، فقط این خطی هست که این آقایان کشیدن، بعد بقیه افغانستان چی میشه تکلیفش؟ اگر اون خط زیر فشار کشیده شده و قابل قبول نیست و باطل هست، چرا خطی که بین من و تاجیکستان کشیده شده قابل قبول است؟ چرا خطی که بین من و ایران کشیده شده قابل قبول است؟ چرا خطی که خطهای متفاوت داریم؟ بله، با شش همسایه خود ما بقیهش درست است، خطهای داریم، اینش خراب. بله، از نظر شما چرا ما معزله تاریخی با شش همسایه و جز از پاکستان با پنج همسایه دیگه نداریم که با پاکستان داریم؟ برای ندارین که این از این طرف نسبت به اونجا ما ادعایی نکردیم. برمان از من برمان یک بدخشانی تاجیک پذیرفتم که اون طرف تاجیک ها هستن، مردم ما هستن، ولی خوب این خط کشیده شده، رودخانه یومم یک از این خط ها هست، اونا یک سرزمین هستن، ما دیگه سرزمین هستیم، داخل جمع اتفاق افتاده. در ایران هم شده زمان روسیه تزاری آذربایجان نیمی طرف مانده، نیمی طرف مانده. و این دایه اینجا وجود داره، اینجا ادعا دارن که ما قبول نداریم و اساس دلیلشان هم بیش از این که دلیل تاریخی منطقی باشه، این تسی دلایل اخلاقی قومی است. بدنه ما اون طرف مانده، حالا واو و ایلا عجب شد، نمی پشتون اون طرف است، نمی پشتون این طرف است، این چی میشه؟ ما این واو و ایلا رو نداریم، بگه ما تاجیک هستی، خاره تو بادو چه سرزمین داره، کشور داره، تو اون طرف باش، ما این طرف باشیم، قانون وجود داره، شما با پاسپورت بیاید، من با پاسپورت میریم. این جنجال خب اینجا دارن وضع میکنن،
اینجا هم دلیلی ندارن غیر از این. شما ببینید یک دلیل تاریخی اگر دارن، این الان تلویزیون شما در اختیارشان است. الان پارلمان 4 تا هیئت اداره از برادران پشتون ماست. قدرت پارلمان در اختیارشان است. رئیس جمهور آقای بنام غنی اسناد بیارن در این تلویزیون، همه شبکه‌های جهانی داخلی در اختیارشان است. بجای جنگ، دعوا، ناسزا گفتن، این تاجیک نیست، این از افغانستان نیست، این خائن ملی است، اسناد ایران بکو فوش چرا میدی؟ بله، در شبکات اجتماعی هم از دیروز به این طرف این مباحث خیلی بلند گرفته. کسانی که با دید شما همسویی داره یا همسویان دیدگاه های شما این نکته را مطرح میکنه که اضافه از 100 سال میگذره، پس چرا به این استبداد حداقل نقطه پایان گذاشته نشد و چرا در واقع کسانی که میگه تا کنون مرز رسمی نیست، اینا دعوای خود را در سطح جرگه ها، در سطح ملی، در سطح رفراندوم و یا به دادگاه بین المللی که لاح است ارائه نکردن؟ ببینید بحث ما همین است. ببینید ما روشن گفتیم در صحبت ما امروز هم در یک نشستی که با مردم داشتیم. ببینید وقتی شما ادعا میکنید، ببینید اگر این خانه از شما است، کسی آمده قواله گرفته به زور، یا به زور میگیری یا میره پیش قاضی و میگه قاضی حکم صادر بکنه. ما میگیم اگر اسناد وجود داره، مدارک وجود داره، چرا در این 123 سال شما پیشنهاد نمیکنین، مطرح نمیکنین به جای شایعه پراکنی اسناد ارائه بکنین، به مردم افغانستان ارائه بکنین، به دادگاه بین المللی هم ندین، اول ما را قانع بکنید که این اسناد این هست، این خط در این 100 سال تمام شده، ما میتونیم ادعای ارضی داشته باشیم، هی مردم افغانستان این یک حقوقدان هم بیارن از دانشگاه کابل بند بند بخونه برای مردمی که سواد ندارن توضیح بکنه تا ما هم قانع بشیم. من میگم اسناد بیار، میگن ما قبول نداریم، این خط تمام شده، ما نمیپذیریم. آقا این خط تمام شده، این عزت ماست، این خط تمام شده، تو خائن هستی. آقا این خط من الان دارم در اختیارم 20 تا معاهده است تا سال 1394 که آقای اطمار رفته به لندن که یک جلسه داشتن، که اون جریان هم در نشریه ویسا چاپ شد. ویسا نشریه پشتو و نشریه فارسی کنگره ملی هم نیست و رستاخیز هم نیست. ببینید شما در این مجموعه نگاه بکنید، وقتی که آقای میگه که شما خائن هستین، وطن فروش هستین و عزت ما را زیر سوال میبرین، در این 20 تا سند، 20 تا معاهده، چی معاهده ارضی و چی معاهده مرزی، امضای یک تاجیک، یک هزاره، یک قزلباش، یک ازبک، یک بلوچ، یک قزاق، یک ترکمن در اینجا نیست. هر کی اینجا امضا کرده، یک پشتون امضا کرده و سران پشتون، البته با احترام عظیم به خلق پشتون، ملت پشتون، مردم پشتون که خب اونا رهبر نبودن دیگه، رهبراشون امضا کرده. منظور به این رهبران، شما اینجا پای از این یک آدمی از بقیه مردم افغانستان پیدا بکنی، بعد بگی وطن فروش هستی، خودت امضا میکنی، خودت میفروشی، بعد متهم من گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده عبدالرحمن خان چرا نمیگی؟ بعد حبیب الله خان چرا نمیگه؟ امان الله خان چرا نمیگه؟ برگشت میگه شما خائن هستین. خائن کسی است که اومده این معاهده رو امضا کرده؟ اگر اینا غلط است، خب بگین که عبدالرحمن خان قهرمان نیست. اون وقتی که بحث عرق ملی رشد میکنه، عبدالرحمن خان قهرمان است، بنیادگذار افغانستان نوین است، افغانستان جمع کرده، افغانستان ساخته، بعد که وقتی این بحث این خط میگه این خط خائنان است، خب عبدالرحمن خان خائن است یا این خط درست است، کدامش درست است؟ یک بحثی را که امروز در مجلس نمایندگان مطرح کرد رئیس مجلس، کسی که در رأس مجلس قرار داره، اونا گفتن که این مسئله به مصلحت ملی نیست، بل به نمیتونه که پایه های وحدت ملی را مطرح بکنه، از طرف فرد و یا قوم نباید مطرح شد، چون بحث ملی است در قالب رفراندوم و لوی جرگه مطرح شده. این نکته را به آدرس شما گفتن. بله، این استدلال حقوقش خیلی روشن است. ببینید شما شهروند هستید، قانون اساسی در اختیار شماست، در قانون اساسی گفته است که شما در رابطه با مسائل مملکت و میهنتان و هر چیز دیگر می توانید ابراز نظر بکنید. اما بحث مصلحت، بد انصاف بدیم، بد با دور از تعصب نگاه بکنیم، چی چیزی مصلحت است؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال جنگ، خونریزی، عقب ماندگی، کشتار دو تا مردم برادر پشتون در سوی مرز، ناامنی که سرایت کرده برای کل مردم افغانستان، برای به هر حال چارچوبای افغانستان متعلق به کل مردم افغانستان است، اختصاصا نه مال پشتون است و نه مال تاجیک است و نه مال هزاره و نه ازبک، اون مصلحت است یا مصلحت این است که مثل هر آدمی عاقلی، مثل هر کشور متمدنی، مثل هر قوم با فرهنگی بیایم بشینیم بحث بکنیم، تکلیف روشن بکنیم این خط هست یا نیست، بعد بیایم افغانستان را بسازیم، بعد بگیم غیرت این است. غیرت این نیست که امروز که در مجلس نمایندگان میگفت که ما تو را سنگسار میکنیم، چرا این غیرت افغانیست؟ ما گفتیم تعریفی از غیرت در قرون وسطاست، آدم کشتن، انتحار کردن، چاقو زدن، کله بریدن که الان تو داری نماینده این فرهنگ هستی،
این مال اون دوره هاست. حال فرهنگ دیالوگ است، فرهنگ گفتگو است، اقناع سیاسی است، عقلانیت است و کشور با عزت کشوری است که نان داره، آب داره، بحران نداره، مهاجر نداره، فراری نداره. 2 میلیون آدم از ندانم کاری های تو رفته در پاکستان گدایی میکنه، روزگار ابتر داره و هر روز هم در تلویزیون ها میگین. بعد ادعای غیرت میکنی، ادعای غیرت داری، 2 میلیون اول بیار اینجا نان بده، آب بده، بعد بگو این افغان است، افغان سربلند است، بعد بگو من عزت دارم. اینا حرفای عوام فریبانه، نادرست، نادقیق. مصلحت ملی این است که ما بحران های ما را حل بکنیم، مصلحت ملی این است که مشکلات انگشت نما بکنیم و این ملت و این مردم را بسازیم. دیروز یک بحث دیگه هم در پارلمان مطرح شد که این مسائل در این مقطع افغانستان با پوزش افغانستان شکنندگی های زیاد سیاسی امنیتی دارد، در این مقطع این بحث در حوصله افغانستان نیست. فکر میکنین که آیا مقطع بحث است یا در حوصلهش نیست؟ به نظر من یکی از بهترین مقاطع بحث است و اینکه حوصله ندارن یک عده حوصله ندارن. همین یک سونداج خیلی کوچکی که یک مرکز مطالعات استراتژیک الان روی فیسبوک ها داره منتشر میکنه، ببینید 65% طرفدار این بحث این که من دارم، 65% مطابق این سونداج میگن که این خط تمام شده است، 30% میگه خط ناتمام شده، این خط ما قبول نداریم. همین الان شما، همین حالا شما رفراندوم بکنید در افغانستان، فردا رفراندوم بکنید، مطمئن دارم، مطمئن هستم که 60% 70% مردم افغانستان میگن که این خط تمام شده است، ما را از این موضوع خلاص بکنید. بعد من به شما بگم کسی که ادعای همین تکداران کالزر قومی که هستن، حالا چون بحث ما سرخط دیورن است، شما را به خدا این قوم، این پشتون ها را تیکه تیکه کردن در این مسیر. مکتب نمیرین، درس نمیخوانین، دانشجو ندارین، فارغ التحصیل ندارین. آقای عمر خطاب در قصر گفت که ما از قندهار از جنوب میایم کامیاب نمیشیم، از دایکندی هزارها کامیاب میشیم. هزارها درس میخونه، هزارها انتحاری نمیکنه، هزارها مکتبش نمیبنده. شما به خاطر این خط در اون مرز، در اون قبایل، تمام یک ملت داره سیستماتیک شکنجه میکنین. ملتی که دیگه حالا دار از عرصه سواد محروم میشه، منطقهش بمباران میشه، درس نمیخونه، فقط یاد گرفته اول انتحاری بکنه. این نتیجه چی است؟ این انصاف است؟ این دوستی نسبت به مردم پشتون است؟ بله، اما این ظلم است در حق این مردم. شما باور بکنید جایگاه این قوم به لحاظ عام میگم، نمیگم 4 تا تکنوکراتی که به کمک آمریکایی ها در رأس حکومت است، این جایگاه را بیا بسنج با قوم ازبک، بیا بسنج با قوم هزاره، سطح دانشجویی ته، فهمشه، فرهنگشه و دانشش. تو به عنوان اون آدم دو قبایل درگیر خط دیورن هستی، در کجا هستی؟ این جوانی که از دایکندی میاد، اما یک بحث دیگه، ظلم کرده بدون تردید، بدون میسوزه به این بدون تردید علاقات یا نخبگان سنتی در افغانستان نه تنها مربوط به قوم برادران پشتون بلکه مربوط به برادران ازبک و ازاره ما علاقات مشخص است که استبداد کردن، در تجرید نگاه کردن، در سیایی به خاطر بقای خود نگاه کردن. این استبداد متاسفانه استبداد تاریخی بوده. در افغانستان بحث برابری تاکنون به عنوان یک شعار مطرح است، بحث شهروندی که شما مطرح میکنین به عنوان یک شعار مطرح است. حالا هم نخبگان سنتی بر گلوی در واقع اقوام نشسته، برخی از نخبگان ما عمومی صحبت نمیکنیم و دار از حقشان میخوره. پس بحث دیورند بزرگترین چالش بر افغانستان است؟ بله، شما قبول میکنید یا پاکستان از او خنجر به ضد افغانستان استفاده میکنه؟ بدون شک وقتی که شما ادعای ارضی دارین برای کشور مثل پاکستان، ما ادعای ارضی داریم، اونا که ندارن ادعای ارضی. ما میگیم که تا اتک از ماست، درست است؟ اونا خود نمیگن که تا کابل از ماست. ما میگیم تا اتک از ماست. یک بار لوی درسیز گفته بود که چترال از ماست، باز ما میریم اسلام آباد میگیریم. شو ببینید حرفای عاقلانه نیست در سیاست. تو اول نه به لحاظ منطقی امکانش داری، نه به لحاظ زور و نه به لحاظ حق. اینجا خیلی دنیای اورولی نیست، انیمال فارم نیست. اینجا سازمان ملل وجود داره، شورای امنیت وجود داره. تو هیچ کشور کوچکی رو نمیتونی اشغال بکنی. شما در نمونه کویت عراق دیدین کشورهای خیلی قدرتمند هستن، بعد بیان کشورهای کوچک ببلن. شما اگر قوانین بین المللی نباشه، این امارات متحده، این چند تا کشور شیخ نشین در برابر ایران چی هست؟ ببینید اینها حرفای باطلی هست. ما میگیم که این ادعای کاذب است و این در رابطه با این آدمایی که معامله گر سنتی و تو نمیدونم استفاده جو در بین هم اقوام است، البته بین پشتون ها نیست. اگر این بس آقای از آدرس یک حزب مشخص شما کنگری ملی مطرح نشود به اساس گفته های شماره از مجلس، اعضای مجلس نمایندگان و رئیس مجلس، اگر این بحث بر مبنای حکم ماده 65 قانون اساسی افغانستان که رئیس جمهور صلاحیت میده به عنوان رهبر کشور که در قضایای کلان به آرای مردم مراجعه بکنه، چین این آرا در قالب لوی جرگه باشه، چین این آرا در قالب رفراندوم باشه، این بحث از یک آدرس وسیع ملی مطرح شده خوبتر نیست؟ پرتوش خیلی خوب مطرح کردین. میام یک نکته رو میخوام بگم امروز در رابطه با این حساسیت ها.
اول همه مردم واقعا امروز کسی میگفت که کسی حق نداره صحبت بکنه. مسئله داخل افغانستان این طرف دیورند مسئله همه مردم افغانستان است. هر کسی در اینجا هست حق داره درباره این صحبت بکنه، برای اینکه از این بابت متضرر میشه. هر روز خویشاوندان من در بدخشان در اون مرز کشته میشه. من حق ندارم درباره اون صحبت بکنم؟ چرا حق ندارم؟ آقای شما تهدید به سنگسار شدین. امروز شما را گفت که ما من حق ندارم شما را سنگسار میکنیم. ولی شما خودتان اشاره من برای همین گفتم چرا من خط دیوران اشاره کردم. یک لحظه اجازه میخوام بعد به این سوالات میرسم. ببینید من واقعا وقتی که امروز تو وکیل پشتون بازم میگم که من جای پشتون، روشنفکرای پشتون، شخصیت‌های بزرگ، شاعر فرنگیش جدا و بالای چشم من هست. سوی تفاهم نشه. شخص‌تر اگر صحبت آقای بود، دوست آقای سحاق بود، بعد خانم یون بود، چند تا اینجا. ببینید یکی از اینا آقای بارکزی. ببینید چی میگه؟ استمن داره من دیرتر رسیدم، نمیفهمیدم اینا چی بحث می‌کردن. اینا با شما چی گفتن؟ میگه این آقا که ما شما رو سنگسار می‌کنه. درست است؟ من واقعا نگاه می‌کردم تو که اول خود نمی‌تونی مرا سنگسار بکنی. اطراف شورا به اندازه که تو قوت داری من قوت دارم، اگه قرار باشه او جنگ بشه خون جاری میشه. اونجا صدها تا از اقوام خود من مسلح هستن پشت دروازه های شورا، یا محافظان من هستن یا محافظان وکلای دیگه هستن که از من حمایت میکنن، همتباران من هستن اگه بحث تباری باشه. بعد این کابل پایگاه من است، من میگم به این بس. میگه که من سنگسار میکنم. من نگاه کردم گفتم واقعا اون حرف آلبر کامو یادم اومد. آلبر کامو کتابی داره نامه به یک دوست آلمانی، میگه من دلم به همون قدر به یک قاتل میسوزه که به یک مقتول. مقتول روشن است چرا یک آدم رو کشتین، اما قاتل به خاطر که شرفشه، انسانیتشه، وجدان خودشه کشته دادن به این میسوزه. من وقتی به اینا نگاه میکردم به لحاظ روانشناسی چی موجوداتی روبرو هستیم. اینا نماینده پشتونا هستن. اگه اینا نماینده پشتونا از وای به حال پشتونا. من اونجا نشستم روبروت هستم، به جای که استدلال بگید من سنگسار میکنم، من میکشم، من اصلی همی کشم. شما چی بود در اونجا برشان؟ من برشان فرصتی نداد، رئیس مجلس دیرتر رسیده بود، اما یک فرصت کوتاهی که نمیدونم پخش شده شما دارین. من گفتم که برعکس اینجا جای استدلال است، این پارلمان است، جای منطق است، جای گفتگو هست. شما دلیل بگین در برابر دلایلی که من دارم. شما در برابر دلیل، چون دلیل ندارین، حتی از خط دیورند هم دفاع کردن نمیتونه، از بحثایی هم داره نمیتونه دفاع بکنین. بجای این بگی آقا در برابر این یادداشتی تو که کتاب نوشتی سر این خط دیورند و یادداشتات با خودت آوردی، این یادداشت من است، پارلمان مردم ببینین. برعکس اصلاً هم میکشی قمه میکشی. این نتیجه اون بفرهنگی است که رهبران پشتون بر قوم پشتون روا داشتن، واقعا ملت تباه کردن. شما ببین سه تا نماینده در پارلمان از اینطوری برخورد میکنن. اگر این شرم آور نیست، بله اگر این نماینده من دلم سوخته بود به اینا. شما باور بکنید در فکر این نبودم حتی به اینا پاسخ بگم. انتقام گرفتن که سر جای خودش باشه. من داشتم نگاه میکردم که چی آدمای مظلومی بدبختی روبرو هستیم. اینا نماینده این قوم پشتون هستن. این قوم این است، بله. پس اینا وای به حال این قوم، بله. پس بله ماده 65 گفت، بله ماده 65 اشاره ما. اگر اینا هم نکرم اجازه بفرمایید، اگر اینا همچنان به موازی خود ادامه بده که فشار بر شما امروز وارد بود، آقای بارکزی، آقایون اینا را گفتید، شما همچنان میگین که این خط به رسمیت شناخته شده و موازی شما همی است، بدون تردید. من و حق خود میدارم، من موازیم روشن. من به عنوان شهروند چندین بار از پشت این تریبونا در کنفرانس ها اون موقع از آقای کرزی رسمان به عنوان رئیس جمهوری، بعد در چندین صحبت از آقای غنی، از مجلس در چند مورد صحبت خواستم که آقا این یک معضل است، یک مشکل هست و باید بهش بپردازیم. از شما خواهش میکنیم اسنادتان را، بله، از شما خواهش میکنیم اقدام بکنین، چون این تنها در سلطه رئیس جمهوری دگپای کلان است. دگپای کلان میتونه امضا بکنه یا نکنه، ولی طرح مسئله حق همه مردم افغانستان است. من به عنوان یک شهروند و نماینده پارلمان حق دارم طرح مسئله بکنم. اما چون بحث ملی است، اینا اشاره کردم که بحث ملی، بحث ملی در بستر ملی باید حل شود. بحث ملی روشنفکر جامعه مطرح میکنه. چرا؟ من به عنوان حزب سیاسی مطرح کردم، من به عنوان رهبر اپوزیسیون مطرح کردم، نه به عنوان یک فرد. شما دیدین روز در اطراف ما دیروز امروز 500 600 تا مردمای از این سرزمین نشسته بودن. اون یک مجموعه بود، یک حزب سیاسی بود. ما اونجا پیشنهاد کردیم، از این پایگاه مطرح کردیم، این حق ماست، بله. اما اینکه چگونه باید تصمیم گیری شود، بله، اونجا است که باید مراجعه بکنم به مردم. ما همینا میگیم، ما میگیم آقای غنی، ما میگیم آقای اکس، آقای وای که دایره داره بر سر این خط، برید با مردم مراجعه بکنید، از مردم بخواهید در این باره تصمیم، بله، بگیرین. از اون برادرایی که در اون طرف خط ایستادن، از اونا بخواهید که او پشتون اون طرف مرز،
حاضر هستی با ما در افغانستان بیا یا نه. من که زمان غفارخان تا حال اون اسناد میبینم، از اولین رفراندومی که بر سر قانون اساسی پاکستان بود و اینکه پشتونستان و پشت اینا کجا باید باشن، همونجا گفتن فیلمش دو روز در فیسبوک ها برآمده بود که مال انگلیس جنگ کرده، مال افغانم جنگ میکنه، ما پشتون هستیم، ما پشتون اینجا هستیم. دیروز هم گفتن که ما پشتون اینجا هستیم، ما پشتون پاکستان هستیم، ما افغان نیستیم. عاشقی یک طرفه خیلی میشه. اما اینا گفتن چرا شما به مناظره حاضر نمیشید؟ شما دیروز سه نکته را مطرح کرده بودید، نه به عنوان چالش که با آقایون، با آقای احدی، با آقای مسلمیار. بله، دلیل اینا بود که شما بله نه. شما از بحث و از مناظره اول به شما بگم بله. اول به شما بگم ما و شما رو به رو هستیم، مردم میبینن. من هیچ قراری برای اینکه مناظره داشته باشم بیام نداشتم. هر کسی از نایم حرف زده حرف خودش بوده. من گفتم که کار دارم و نمیرسم. بله، حاضر هستیم در مناظره با این طرفا؟ اجازه بدین سطح مناظره رو باید مد نظر گرفت. ولی من خدمت شما میگم آقای یون استاد دانشگاه چون حضور ندارن، حالا نمیخوام دوبارهشون بسار گپ بزنم. من رهبر یک حزب سیاسی هستم، رهبر یک اپوزیسیون هستم، دارای موضع هستم و نماینده پارلمان هستم. من با کسی حاضرم در این زمینه که هم سطح من باشه، یون در سطح من نیست. اما با آقای احدی چرا؟ با آقای مسلمیار چرا؟ با اینا هر بار، هر لحظه، هر زمان که شما از من بخواید من در خدمت شما خواهم بود. اما این صحبت را شما خود کرده بودین که با آقایون به اساس همین صحبت شما. من به شما میگم. بله. این کسی از زبان من برای همین بسیار راستی هستم. برنامه را خواستم. من آدم بسیار راستی هستم. من آدم بسیار صریح هستم. بله. هیچگاه در نه در سیاست میخوام دروغ بگم. من همینم من میبینید که من با سر خودم بازی میکنم وقتی که چیزی به عنوان حقیقت مطرح است. من اگر گفته بودم مطمئن باشید که من میومدم. اما به شما گفتم که نگفتم و این درست نیست. من به احترام شما نخواستم که بگم. اما در آخرین لحظات دستیار شما گفتن که شما به این بحث حاضر میشن تا نو بجر. ما منتظر شما هم کردیم. بله، من خودم. بعد گفتن که مهمان داشتن شما و کلان داشتن از عادت شما صحبت میکردن. با من کسی مشوره نکرده. با من وقتی گفتن من گفتم که اول دلیل این بود من دو روز از پی در پی بحث میکنم. در اون کنفرانس اومدم صحبت کردم هتل کابلستان، بعد رفتم در طلوع ساعتیده تکرار کردن یک بس برای من جالب نیست. تشکر. اینک میان برنامه کوتاه، زود باز میگردیم. سلام مجدد، شما بیننده تحول، ما لطیف محمود. آقای پدرام، بحث این نکته که بحث دیورند واقعا یک بحث مشکل آفرین است بر افغانستان. در هر نظام این کشتگی بیرون میشه و بنان سر و صدا و بنان یک مصرف داخلی که شما با این اصطلاح از اشاره میکنین مطرح میشه، اما بحث رای حل جز در شعارها در دیگر راه مطرح نمیشه. اگر پایان یافته است پس چرا ما روش بحث بکنیم؟ اگر پایان یافته نیست راه حل عملی چیست؟ ببینید هر بار این مسئله مطرح میشه در رژیم های مختلف، برای اینکه اراده ای ندارم برای اینکه این موضوع رو مطرح بکنم. حالا به هر دلیلی است، یا منافع سرانه که در قدرت است، اونجا کارخانه است، اونجا اسلحه است، قاچاق است، مواد مخدر است، سوء استفاده های متعدد است، ایناست. و به هر دلیلی مسکوت بگذارم و این مسکوت گذاشتن به زیان ما تمام شده. اگر مشکلی وجود داره باید واقعا حلش بکنیم. این نیست که شما صورت یک مسئله را پنهان بکنین، صورت مسئله را پاک بکنین که اصلی مسئله پاک نمیشه و اون یک جنجال بسیار کلان است و بحران است، هر روز بسیار کشی است و دعوا و اینا. اما میگن که اگر پایان یافته است چرا؟ بله، به نظر من، برای من لطف پدرام، برای من رهبر حزب کنگره ملی، واقعا پایان یافته است. من موضع صریح من این است که این خط به رسمیت شناخته است. اگر من رئیس جمهور افغانستان باشم بلا قید شرط میگم این خط تمام است و ما وارد گفتگو میشیم با لحاظهای دیپلماتیک و منطقی و اقلانیت سیاسی، ولی با کمک هر جای جامعه بین المللی ما تمامش بکنیم. بله. اما رای حل، ببینید رای حل اینا حاضر به طرح مسئله نیستن. ببینید من آمدم گفتم که آقا یک مشکل وجود داره برام خط دیورند، نظر ما این است، یک نظر دیگه میتونه وجود داشته باشه. بعد شما نگین که فقط اختصاص در تیول شما خونیست. یک آدم در افغانستان، من پشتون، من تاجیک، من ازبک، هزاره یک نظر دارم، من شهروند لطیف پدرام یک نظر دارم، شما آقای لطیف اکس یک نظر دیگر دارین. دیگه او زمان گذشته که یک کسی به نام پادشاه از بالا دستور بده، بعد بقیه مردم خفقان بگیرن، رعیت باشه. شما باور بکنید هیچ چیزی را مردم قبول نمی کنن مگر اینکه باش روبرو بشیم. نسل جوان را میبینیم،
روبرو میشه، استاد میشه. این شجاعت بی پایان است، کم نظیر است. اینا خیال میکنن که هر روز زبان قرن 19 دارن زندگی میکنن، باز ای آقای از بالا بالام رئیس جمهور دستور بده و بخیر ساکت باشه. بله. نیست. به خاطر این میگم که دیگه اون نقطه رسیده که این حل بکنین. در غیر از او بخش از جامعه افغانستان، دو سوم جامعه افغانستان سر این مسئله در برابر این رژیم استاد میشه. تشکر و دفاع میکنه. اما راه حل، بله. ببینید راه حل، من که میگم برای من قابل قبول است، من باشم دعوا ندارم. من دعوا ندارم، من رئیس جمهور باشم دعوا ندارم سر این خط. اما برای این آقایانی که میگن ما دعوا داریم، دور اخو بیشتر ندارن. نهادهای مربوط به بین المللی بر مسائل مرزها رسیدگی میکنن، ارزکایشون رو بگیرن زیر بغل کنن، آقای کرزی پیش، آقای اونم پشت سرش، یه چهار تای دیگه هم برند سازمان ملل متحد بگن که آقا این خط ماست، این سند ماست، این پاکستانی ها زورگویی میکنن، به زور گرفتن، اینو برای ما برمیگردونن. یا برمیگردن جامعه بین المللی میگه بله این مال افغانستان است، اما خب زور ما نمیرسه، پاکستان زورآور است یا هند زورآور است، خب میماشه. یک این است، همین نهادهای بین المللی حقوقی. بحث دوم بحث رفراندوم است، اما رفراندوم مسئله یک طرفه نیست. وقتی بخواید شما بحث رفراندوم مطرح بکنین، هر دو سوی قبایل باید مطرح بکنین. حالا بپرسین، من امروز بحث همین بود که از اون پشتون های اون طرف خط، از اون قبایل سوال کنین که حاضر هستن برای رفراندوم یا نیستن. اینا میگن تحت استبداد هستن، اینا میگن 100 سال یا بیشتر از تحت استبداد و تحت خنجر هستن. خب اون که تحت استبداد است، خب با اونو بحث نکنن. خط دیوران اون طرف بمونن، قبایل سرحدی رو اون طرف بمونن، از پکتیا و نمیدانم از دریای کابل و از سروبی اون طرف بگذارن، از جنوب خندار اون طرف بگذارن، با یک بخشی از مملکت رفراندوم بکنن، بیان در تخار رفراندوم بکنن، در شهر کابل رفراندوم بکنن. خب اینجا تحت استبداد است. بله. یک جای باید به مردم مراجعه کرد یا نه؟ اگر به قبایل مراجعه نمیکنی، به بقیه غیر قبایل مراجعه بکنی. بله. او زیر استبداد است، ما که زیر استبداد نیستم. تا کابل اجازه بدین یک سوال بله چی واقعا نمیخوان چه دلیل اصل قضیه این است. باور بکنید، من اشاره میکنم، همین آقای کرزی، همین آقای غنی، همین آقای یون، همین آقای اکس وای که میان هی سنگ دفاع از پشتون و قبیله را میزنن و خیانت میکنن برای مردم، در بدر کردن، تباه کردن پشتون های هموطن عزیزی مرا، این یک دانه سند میداشتن، از صبح تا شب تلویزیون یون او را پخش میکن. بله. چرا نمیاره این تلویزیون؟ چرا شما پخشش نمیکنید؟ بله. شما بخواید، من از شما الان میخوام. بله. تلویزیون آریانا حاضر است پخش کنه این اسناد؟ قطعاً. چرا نمیخوای؟ بله، بدون تردید. از من میخوایم گپ بزنم، چرا از غنی نمیخوای که بیا اسناد روان بکنه؟ این سند و این میست، آریانا به عنوان یک تلویزیون آزاد، بله، بدون ما پخش میکنه. بدون تردید آریانا به عنوان یک رسانه مستقل پیوسته تلاش میکنه تا رسالتمندانه مبتنی بر ارزش های دموکراتیک و اصول و معیارهای پذیرفته شده ژورنالیستیکی بحث ها را داشته باشه. این تریبون در اختیار شماست. هر شخصی که اسناد دال بر عدم رسمیت و یا رسمیت خط دیورند داره، در اینجا بیان در خدمت هستیم و ما آزادانه بدون کدام فشار اینجا مطرح خدا خیر بده. این یک ببینید، این یک راهی ملی کردن این بحث است. بله. من الانم با استفاده از این تریبون، از دولت افغانستان، از مورخان افغانستان، از جامعه بین المللی، از همون هند برتانیه او زمان که سفارتش اینجا آقای انگلیسا هستن، خواهش میکنم این اسناد در شیف وزارت خارجه از بیارن، نگه در بریتیش موزیم لندن از بیارن، اینا در اختیار مردم افغانستان بگذارن، بر اساس منطق و اسناد بحث بکنن تا بعد تکلیف ما روشن بشه. یک سوال دیگر که در بله. شبکات اجتماعی مطرح، شما میدونید که از دیروز به این طرف بحث شبکات اجتماعی خیلی داغ بود. یک بحثی که در آدرس شما و با آدرس آقای یون مطرح شد، بله. اشاره کردن که کنگری ملی یک حزب ملی نیست و آقای یون هم در اینجا گفت شما به کلمه ملت باور ندارین. نکته دیگری که به سرعت مطرح شد، گفت چهره به نام آقای پدرام یک چهره ضد پشتون است و آقای یون را هم اشاره کردن که آقای یون یک چهره ضد تاجک است. بنان طرح این چنین مسائل از این دو آدرس که با روی کرده های تمامیت خواهی مطرح میکنن درست نیست. ببینید، اول کنگره ملی همین روز ما جلسه داشتیم، اگر از حالا تلویزیون را پخش کردن، شما را در فیسبوک ها میگذارم، امروز سه چهار سخنرانی که ما داشتیم، نماینده های فراه و نماینده های وردگ بودن، پشتون بودن، امروز سخن میگفتن ساعت 3-4 در منزل ما، وقتی که این بحث مطرح کردیم و مردم به حمایت ما در منزل ما آمده بودن. مسئول زون جنوب شرق ما پشتون ها هستن، 15 سال میشه که نازو کمیته رهبری کنگره ملی هستن. آقای یون هوایی حرف زدن و آقای دیگری در مجلس سنا، اگر ما زده پشتون بودیم و یک چنین نفرتی داشتیم، چگونه ممکن است این همه پشتون جوان و با شرف این 15 سال در کنار ما استاد بشن، یک روز نفهمند، فردا نفهمند، دو سال متوجه نشن،
7 سال متوجه تور در 15 سال تا امروز متوجه شدن که ما زده پشتونا هستیم. بعد سیمانه با شما میگم من میگم که اون مرز ببندید و چای جوان پشتون مکتب بخونن. من واقعا امروز صحبت کردم در این صحبت گفتم که در این بحث یک بچه‌ای که تازه در هلمند به دنیا میآیه اونا پشتون است نه تاجیک است نه ازبک، چون این تعلقات آدم بعد میگیره، بعد ترا میگیره به خاله جانپور سارت، اول که ماهیتی نداره نمیدونش کی است. اینا کشته میشن، اینا در اثر این مصیبت. این هلمند نازنین یک مرکز فرهنگی خندار که یک از پایتخت‌های فرهنگی این منطقه است. 1.2 میلیون جوان معتاد است، گرفتار هیروئین در هلمند، مواد مخدر. شما این پشتون‌ها را تباه کردین. من صمیمانه به شما میگم من در دفاع از پشتون‌ها هستم یا آقایون در دفاع از پشتون‌ها است. هر کسی که میگه ما در این منطقه جنگ بکنیم، با پاکستان جنگ کنیم، با ایران جنگ کنیم، با هند جنگ کنیم و جنگ این منطقه قبایلی باشه، من به صراحت میگم دشمن مردم این پشتون است. آرزوی من این است که جوان پشتون درس بخونه، آرزوی من این است که یک روز اتفاق نفته که عمر خطاب باز بیه بگویه بله. که امسال ما از قندهار 5 تا دانشجو به دانشگاه نفرستادیم بله. اما هزاره ازبک و تاجیک وارد بله. شد. بله، یک بحث کو طرف دیورند پیش بگویه یک جایی که من آمدم برای مردم این پشتون موضع گرفتم. من میخوام بگم که این جنگ این مصیبت از جنوب خلاص کنی. من بارها گفتم که من با بمباردمان آمریکایی ها در جنوب به شدت مخالفم، برای همینم به من گفتن که تو ضد آمریکایی هستی. این شما مصیبت را این بله. مصیبت را علاقات مشخصه که در رهبری پشتوناز بر پشتون آورده بدون شرط. ببینید اینجا یک عده هست، این ساختار سلطانی قدرت میگه ماکس فبر، ساختار سلطانی قدرت چیه در جامعه شناسی؟ یک آدمی خانه این قوم، یک آدم خانه او قوم، یک قومندان این آدم، یک قومندان اون آدم، میآیند یک هیرارشی ایجاد بکنن، قدرت تقسیم بکنن در اطراف قدرت ثروت. شما این نمونه ها رو در داخل تاجیکا به ده ها تشاله، من نام نمیگیرم ولی این تیپ آدم ها رو میشناسید که از نام تاجیک استفاده میکنن، به قدرت میرسن، بعد میرن خودشان پول میاندوزن، بعد هر وقتی که رای کار داشتن مراجعه میکنن. بعد اینا در بین ازبک ها هستن، در بین پشتون ها هستن، در بین کشور ما، سرزمین ما، مردمی ما که اینا شامل همان اینها وجود دارن در این منطقه. من در یک بار در پاکستان در دوران جهاد مهاجر بودم، چند روز خیلی محدود در پشاور. اینجا وقتی میگذاریم یک منطقه به نام کارخانه یا کارخانو، اینجا اسلحه کلاشینکوف تولید میشه، اینجا مواد مخدر تولید میشه، اینجا بم ساخته میشه، اینجا پشتون ها زندگی میکنن. پشتونی که روز اول چشم میشه باز میکنه در خانه خودش به یک قاچاقچی، به یک پدر قاچاقچی روبرو است، به یک پدری که کلاشینکوف جعلی میسازه، به یک آدم مادری که در تیرا تفنگچه تیرایی جعلی میسازه، و بعد اولین چیزی که میبینه تریاک است و هیروئین است. شما چیکار میکنید؟ چرا چرخه میخوای پشتون رو بسازی؟ من زید پشتونم واقعا. من اگه زید پشتون باشم میگم که آقا دیگه هیروئین تولید بکو، جنگ با جنوب ببر، هر روز اینا رو بمبارد بکو. من تنها صدای هستم. این آقایون تا حال جرأت نداره که بزنه برای آمریکایی ها. هیچ یک از پشتون ها جز اونایی در میدان های جنگ هستن، طالبان و غیره. غیری ما، شما تمام رسانه هایتون رو ببینید که اعتراض کردیم که آنچه آمریکایی ها در جنوب انجام میدن جنایت است و من مخالف بمباردمان جنوب هستم. بله. ما مسئله طالبان در چارچوب یک جمهوری فدرال بده. بله. این دوستی با قوم بله. پشتون است یا واقعا دشمن؟ بله، شما طرح فدرال هم دارین آقای پدرام. یک بس دیگه که اون سوی مرز واقعا برخی از افغان های وجود داره که به نام لر پختانه و بر پختانه. بله. این صدایی که شما مرز را به رسمیت شناختین، این خبر در رسانه‌های اجتماعی پخش شده. بلد. در واقع شما مشت بودید بر اون استبداد، به قول اونا مشت بودید بر اون استبدادی که تا یک صده بر اونا وارد بوده. بلد. شما میپذیرین؟ ببینید من میخوام بگم که من هر دو طرف، نه تنها پشتون‌های دو طرف، در هر کجای جهان انسان وجود داشته باشه و شکنجه بشود، من ناراحت میشم. هیچ دین و مذهب آیینی در این بحث برای ما مطرح نیست. اونجا این خط شما ببینید، الان شما خط دارین بین ایران بین هرات، ها؟ تجارت میکنن، بیزنس میکنن. شما سطح انکشاف هرات ببینید، سطح انکشاف فرهنگی خوست و پکتیا و جنوب هم ببینید. شما، من وقتی گفتم بحث فدرالی شما، چرا گفتم؟ گفتم بگذار اون کسایی که میخوان پشتون ها را بجنگانن به نام نیروهای رادیکال متوجه بشن که منطقه ای که یک غیر پشتونی داره میکنن چه رقم رشد. ببینید شما هرات رو ببینید، مزار شریف رو ببینید، تخار رو نگاه بکنید، بعد ببین شما خوست و پکتیا رو نگاه کنید. سطح فرهنگی هرات با هلمند واقعا قابل مقایسه است؟ چرا؟ برای اینکه اونجا یک آدمی پشت یک فرهنگ کلان است، اونجا اسماعیل خان بوده، یک مدت کار کرده و ساخت. اینجا قاچاق تولید میکنه. به خدا من دلم به پشتون ها میسوزه. من صمیمانه براتون میگم شما همه شهرهایتان با شهرهایی که غیر پشتون های دارن میکنن مقایسه بکنید. امنیت شب ببینید، برید شما در تخار. اما اینا میگن که ادعای اینا ایستا که بر ما جنگ تحمیل شده، ما خط اول جنگ هستیم و زمین هستیم که آتش در اونجا میسوزه. من برای همین میگم که تو
میگه فعلی توست این غصه های دم بدن. به قول مولانای بزرگ تو خودت برای خودت مشکل میسازی، تو خودت مشکل خودت شدی. من میگم آقا بشین این خطا حل بکن تا نیازی نباشه که حصار بکشه پاکستان. وقتی که این خطا تو حل بکنی مثل بلژیک مثل فرانسه نیازی به حصار، من با هر چه حصار کشی بوده در جان مخالفم. پس آتش خود اینا در اونجا مسلمن آتش. من میگم که خطا به رسمیت بشناس، نهایی بکن که کسی دیوار نکشه. ولی اگر چنین چیزی نبود دیوار میکشه، او امریکا هم داره دیوار میکشه. نقطه های جنگ را شما اشاره فرمودین در قسمت هایی که پشتون ها مستقر است. بله واقعا همه جای نقطه پشتون ها. عامل جنگ خود ایناست یا بر اینا تحمیل شده؟ عامل جنگ تحمیل شده، یک سطح فرهنگی پایین قرار گرفتن. ببینید یک نمونه رو برای شما میگم. بله. در زمان نادرخان ببینید قانون انگلیس ها وضع کرده بودن سال 1901 به نام FCR، یعنی قانون جرایم برای مرزهایی که حالا سرتاج عزیز شامل ایالات خیبر پشتونخوا میگیره و بحث قبایل تمام میکنن که مرز برسانن با اونجایی که باید به رسمیت شناخته شوه. ببینید شما در این منطقه در اینجا چی کسی آمده برای نا ظلم کرده؟ نادرخان میگه که عسکری نکنید و خدمت سربازی نیین، چون اون انگلیس ها اون معاهده FCR بحثش بود که منطقه باید یک منطقه روشنیافته باقی بمانه که باز فردا برمان چما قلعه مردم های دیگه استفاده بکنن. شما نگاه بکنین سربازی نکردن شاید برای یک پشتون ساده این باشه که خیلی خوب است، من سربازی نمیگم، شاید برای یک تاجی که نسبتا ناسیونالیست این باشه که خب چرا پشتون سربازی نمیکنه. اما بین انصاف داشته باشین، اگر اون سربازهایی که هزارها هزار سربازی که آدمهایی که آماده خدمت سربازی بودن زمان نادرخان یا ظاهرخان یا کسی دیگه می آمدن در همین کابل سربازی میکردن، حتی سواد اگر نمی داشتن معلمشان سواد می داشت، جگلنشان سواد می داشت، قماندانشان سواد می داشت، در یک شهر فرهنگی و دانشگاهی زندگی میکردن، آدمای متمدن می شدن. شما همین عسکری نکردن چقدر جفا بوده برای پشتون ها. شما 5000 افغانی دارین روح پشتون را گرفتین. ببینید فاوست گوته یک نمایشنامه بسیار خوب داره. شیطان میگه من جهان من برای تو پول میدم، برای تو ثروت میدم، خوشی میدم، اما روحت شرفت برای من بده. 5000 افغانی اعزازی یا 100 افغانی حالا اون زمانا برای پشتون در قبایل داده روحش را گرفته، این کشته. پس برداشت شما این است که من جفا کرده رهبران پشتون در اینجا تحمیل و این نتیجهش حالا نتیجه اون عقب ماندگی جنگ تحمیل نیست. این نقطه است که عامل جنگ عقب ماندگی خود رهبرای قبیله است. رهبران مثلا ظلم کردن در قبایل پشتون و در این خصوص که اون کسایی که از این موقف شما متضرر خود را میدانند، در این مورد شما چی گفتین دارید؟ آن سوی مرز، آن سوی مرز از موقف ما. ببینید ما در رابطه با آن سوی مرز بارها گفتیم، ما میگیم که ما هر کسی که در این حوزه میخواد بیا خوش آمد. خیلی مردم ها از امریکان اسم رو در امریکا شهروند میشه، دو سال بعد میره تذکره میگیره وزیر میشه. در کانادا خانم رفت وزیر شد. ما میگیم هر کی میه خوش بیه، اما بگذارین ما بارها از جوانی طالب از جنبش های آزادی خواهانه خلقای پاشون و بلوچ دفاع کردیم برای مالک روشن فکر، اما مشروط بر اینکه خودشان اراده برای آزادی داشته باشند، اراده برای ایجاد یک دولت داشته باشند یا انحلال در یک دولت دیگه. وقتی خود از اونها صدا نمیکشن و نمیایم با ما چیکار بکنیم؟ خود نمیشه به زور کشان بکنیم. اگر ده ببینید ما از این بابت هیچ ترسی نداریم. شما اینجا رو میگین، شما ببینید آقای ایکس وای همین آقایانی که امروز در شورا گپ میزدن اینا با اون وزیرستان شمالی مگه یک جا شبن یک چیزی خواهند ساخت در حد همون قبایل که این طرف هم آسیب میزنه، چون اون میکروب اینجا هم سرایت میکنه. ولی من اگه بخوام اینجا فرهنگ بسازم و تاجیکستان و سمرقند و بخارا و اصفهان قاطی بکنم با خودم، 6 تا محدث بزرگ اسلام در اینجا آمده، من یک تمدن جهانی میسازم. اینجا گفتن که شما متکی به زبان فارسی و فرهنگ افتخاری فارسی تاجیکستان هم دارین. من تابعیت افتخاری شهروندی افتخاری برای من همه جای دنیا معمول است. خیلی آدم ها در دنیا شهروندی افتخاری دارن، میتونم بگم تابعیت فرانسه هم دارین. گفتن تابعیت ندارم، من اقامت داشتم در فرانسه که دیگه 10 سال. من اصلا تابعیت فرانسه نشیم، سفارت فرانسه فقط از افغانستان دارید؟ فقط از افغانستان. سفارت فرانسه هست، اینشون بگن زنگ بزنن بگن که پدرام تابعیت فرانسه را داره یا نه، هر روز در سفارت ها هستن، اینا میشناسن حکومت ما هستن. شما یگانه تابعیت از افغانستان؟ فقط افغانستان. من تابعیت هیچ کشوری را ندارم، این سفارت ها هستن. از همین حالا بفرستین وزارت خارجه دوستای شخصیتون اونجا، زیاد پشتون ها کار میکنن در داخل سفارت خانه ها، هزارا تاجیکا مامورن کارمندن مترجمه، بگین که پدرام تابعیت این کشورها داره یا نداره. این کسایی که به شما اشاره فرمودن آقای دکتر که شما را سنگسار میکنیم در پارلمان، بله، اینا هم بخش از مشکلات در بین برادرای پشتون هستن و عامل اساسی واقعا تو خود حجاب خود حافظ از میان برخیست. اینا سمبول مجسم جهالت عقب ماندگی بودن. چطور ممکن است اصلا در داخل پارلمان رسانه ها میبینن این بحث حقوق بشر، آزادی بیان، یک آدم که گویا آمده نماینده مردم است، این وکیل است، بعد بابا میگه که من تو را اینمین جا گدای سند برآمدی
تو را سنگسار را تیرباران میکنه. این فرهنگ از کجا برمیخیزه؟ اما اینا میگن که بس ملت این بحث را مطرح بکنن، نه شخص. گیرین ما شخص، بله، ما ملت. من یک بحث کاملا غلط، یک بحث کفرآمیز مطرح کردم. تو باز پاسخ خودت هست که من تو رو میکشم. اما یک آدم مدنی همینطور گپ میزنه. بله اینا از برو با دادگاه، برو با قانون مراجعه بکن. اگر کسی به من چنین اهانتی بکنه، من توانایی برخورد فیزیکی نداشته باشم، با تربیتی که دارم و زبانی که پشت سر من ساخته شده، این لحن و کار اشاره اینایی بود که میلیون ها انسان هم پشت اینا هست. اما تو که شما میگین که انسان پشت. از خیلی خوب. از آدرس تاجکان من اینا از آدرس من میگم میلیون ها انسان پشتتان است. اگر راست میگی، من اگه میلیون ها انسان پشتم باشه فردا رفراندوم میکنم. اگر راست میگه و میلیون انسان پشت سرش است، پادشاه این کشورم است، رئیس جمهورم است، پول خارجی هم در اختیارش است، قیمومیت خارجی هم داره، چرا رفراندوم نمیکنه اگر راست میگه؟ من میگم رفراندوم بکو، منم تابع. چرا نمیکنه از نظر شما؟ برای اینکه دروغ میگه، مردم رأی نمیدن برش، سند نداره، خب بر اساس یک قاری باطل نمیکنه. چرا این بحث ادعا باطل است؟ به قول تورات باطل اباطل، باطل اباطل. من باز هم میگم بیا برن رفراندوم بکنن چند نفر برشون. پس این مردم چرا با پارلمان راه پیدا میکنن؟ این همه شایعه پراکرا و دروغگویان و آدرس. متاسفانه شما ببینید یکی از اون آدمایی که اینا از کابل هم خود کاندید کردن، از سایر ولایت هم خود کاندید کردن. یکی از این آدمایی که امروز به ما حمله کرد، اون جریانی بود که چند روز پیش مردم شکایت کردن که کمیسیونی از شورای ملی اومده طلوع پخش کرد. اخاذی میکنن، میگن شما ساختمانایتون رو متوقف بکنین، ترانسپورت ها. اینا این تیپ آدمان مردم، همین مردم اینا رو انتخاب میکنن میدن، چون احتمالاً پول دارن، حالا در اون بانده ها هستن، پولای زیاد دارن. وارد من واقعا دلیل نمیبینم یک آدم مثل آقای این چرا در پارلمان باید بیه. این جایش بده جای دیگه باشه. شما رد میکنین این سخن پارلمان از رئیس مجلس باشه. جای اینا کجا باشن؟ اگر یاد پارلمان نباشه کجا باشن؟ جای از اینا اگر میشد بگویم گپ شکسپیر رو به کار نمیبرم، جای از اینا باید در اینجا نباشه لااقل، هر جای میخوام باشه. در کجا از نظر شما؟ شما در صراحت گفتین که بله. شما صراحت در لحجه دارید. اگر مثلا یک جای باشه و با این حمله که امروز به من برنامه وکیل که شما سنگسار میشین، من اگر باشم جایشون الان میفرستادمشون زندان یا میفرستادم به تحقیق. تو چطور روبروی مردم این ادعای اقدام به قتل یک آدم است؟ من میگم من تو الان میخوام میکش، این جرم داره یا نداره؟ چطور برای تحدید میکنی؟ شما حالا به اینا چی پاسخ میگین؟ شما من پاسخم به اینا پس موقفتان مشخص است، موضعتان مشخص است، موضع من این خط از آدرس حزبتان بر رسمی خط رسمی و هیچ عقب هم نمین. این خط رسمی است. پاسختان به نمایندگان ملت. عقب ما با نمایندگان ملت میگم، امروز با یکی از برادران عزیز پشتونم صحبت کردم، آدمای بسیار منصفی بودن، ما با هم صحبت کردیم. امروز شفاهان به یک ادعای نتیجه رسیدیم که پنج نماینده از تاجیکا، ازبکها، هزاره ها هم اخوام یکی است جمع بشون، یک طرح آماده بکنن به شورا، این طرح ببرن به غنی، دو تا پیشنهاد بکنن، بگن که او قبایل شما میایین با ما که ما دفاع بکنیم از شما، اگر نمیایین که ما تکلیفمون با شما روشن باشه، یا برن به مراجع بین المللی دادخواهی بکنن. این چیزی بود که ما امروز در جریان این گفتگوها با یک از برادران محترم در مجلس که تعدادش هم پشتون ها بودن بحث کردیم. من پاسخ همین است که از حکومت بخواهن، از غنی بخواهن، از سازمان های بین المللی بخواهن، اسناد در اختیار از اینا قرار بده، از لندن بخواهن، از وزارت خارجه بخواهن، بعد بر اساس این اسناد، این اسناد یک اطلاع رسانی به مردم افغانستان بکنن، بعد برن به طرف این کاری از اوناست. ولی از موضوع شما این موضوع به ثابت این افعال اینا برن رفراندوم شدن امروز اینا باید زندانی شوه، تحقیق شوه. من نمیگم زندانی، ولی حداقل بعد از اینا سوال شوه. شما گفتید من از زندان شدن کسی خوشم نمیاد. من میگم که با این تهاجم حداقل بعد سوال میشه. همین آقایانی که امروز در مجلس زمان پلیس باید بازداشتشان بکنن. بله بر حال کسی باید بپرسه وقتی من شما رو توهین میکنم خب یک جایی باید دادخواهی بکنه یا نه؟ بله قطر حق شماست. من حق دادخواهی دارم یا ندارم؟ بله هم شاهد بودن چند بار گفت ما آمدیم در بیرون با سنگ ها. بله پس شما چرا دادخواهی نمیکنین؟ شما چرا دادخواهی نمیکنین؟ من همین رو دادخواهی سلام دارم میگم دیگه، بعضی بله لحاظ حقوقی همیشه لازم نیست که ریزه بگیرید برای پیش سارن والی درج نمیکنین با سارن والی افغانستان و نهادهای عدلی. بله این دو روش دارن. بله یکی این است که شما میرین و برای اون دادخواهی یک ریزه میدین به سارن والی، یک موقعی است که خود سارن والی وقتی یک تخطی صورت گرفته حتی شما ریزه نکردین، پس شما خواهش میکنین سارن والی. بله که اینا من میخوام بگم که اینا چرا ما تهدید عمر کردن و دلیل چی بود اصلا؟ چرا خواهش دارن سارن والی چیست؟ میخوام بپرسن که چرا ما رو تهدید مرگ. تشکر. این پیامتان برای کسایی که آن سوی مرز است، آن سوی مرز اونایی که این دایره داره که ما قربانی هستیم، ما تحت استبدال هستیم و خنجر ظلم بر گلوی ماست و موضع‌گیری شما باعث در واقع بطلان دایه اونا میشه. پاسخ شما به پیام با اونا که اون طرف مرز رسمی دیورند هستن این هست. حالا متکی به اون ادعاهایی که دارن، اگر میخواهند با این کشور یک جای شمن، با اقوامشان در قبایل یک جای شمن،
و این خطا قبول ندارن، خودشان برن ادعا بکنن، دادگاه برن، یادداشت بتن، رفراندوم بکنن، بگن به سازمان ملل که آقا ما پاکستانی نیستیم، ما پشتونهای افغانستان هستیم که بزور اینجا آوردن ما رو با استبداد نگاه کردن، ما میخوایم بریم افغانستان. خودشان مطرح بکنن، ما هم حمایتشان میکنیم. تشکر دکتر لطیف پدرام، رئیس حزب کنگره ملی افغانستان. تشکر از زور و نظریاتتان. متشکر. بار دیگر باید تذکر داد که آریانا با مثابه یک رسانه مستقل در خدمت تمام از شهروندهایی که در این باب برای بحث نقد و نظر دارن هست و ما به عنوان یک بستره که بازتاب دهنده نظرات شهروندان در راستای ارزش‌های ملی و چارچوب‌های ملی هستیم. مصلحت افغانستان، منافع ملی از خطوط قرمز ماست. ما پیوسته تلاش می‌کنیم تا در این حوزه روشنگری‌های لازم را داشته باشیم. ممنون هستیم از حضور شما. تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.